رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، شما خوبه؟ متشکرم، بفرمایید. بعد از بارها تلاش با خودم آخر موفق شدم که باهاتون تماس بگیرم، باهاتون صحبت کنم. استرس خیلی زیادی داشتم، حالا برنامه‌ای در آخر اگه موفق شدم باهاتون تماس من بگیرم. خوشحالم، فقط من 14 دقیقه وقت دارم، ببینید باش چه میشه کرد. قربونت برم. من میرم سر حرف. آقای دکتر، من به مدت 9 ماه که من از خانمم جدا شدم و اینکه از لحاظ روحی خیلی داغونم و اینکه خواستم با شما شما تماس ایشون بگیرم. هر دو چند سالتون حساب کنید؟ من 37 سالمه، ایشون 36 سالشه. چه مدتی ازدواج کردید؟ به مدت 4 سال و 4-5 ماه ما با هم دیگه ازدواج کردیم، هر دوتامونم زندگی دوممونم بود. بچه ای دارید از ازدواجتون یا نه؟ نخیر. از کجا تلفن میکنی؟ از کالیفرنیا. خب چه مدلی هر دو امریکایید؟ به مدت 6 ساله. اوکی، خب به من بفرمایید چرا تصمیم به جدایی گرفتید؟ این دو تا دلیل اصلی برای جدایی چه بود؟ آقای دکتر، ایشون به مدت از روز اولی که وارد امریکا شدیم، مادر ایشون با ما زندگی میکرد. من خودم میگم 90% مشکلات اون ما جرابستهایی که داشتیم، گفتگوهایی که داشتیم با هم دیگه سر مادر ایشون. نه نصب کنید، شما از در ایران ازدواج کردید بعد اومدید امریکا، مادر ایشون رو با خودتون آوردید؟ اینجا با هم دیگه ازدواج کردیم، ایشون با مادرش اومده بودن، منم اومدیم اینجا با هم دیگه. با مادر 1 سال دوست بودیم، بعد هر روز اول که ما ازدواج کردیم با مادرشون هم پیش ما بود. حال به من بگید بگر ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟ یه دونه برادر هم، یه دونه دختر، دو تا بچه. خب برادرشون کجا هستن؟ ایران هستن. شوهرشون کجا هستن؟ یعنی پدر ایشون کجا هستن؟ هم ایران هستن. برای چی اینجا موندن ایشون؟ نمیدونم که الان با شوهرش هم میانه زیاد خوبی ندارن. خب معلومه. خب آخه شما چرا یه همچین چیزی رو پذیرفتید که مادر ایشون با شما باشن؟ متاسفانه من ایشونو داره دوست داشتنش به کنار. من روز اول یک بار بهشون گفتم نمیدونم. یه ذره لطف کنید نزدیک گوشی باشید، یه ذره فاصله گرفت. من روز اول گفتم که نمیخوام ازدواج کنم، ولی حالا سر ایشون و مادرشون، چون من بعد ازدواج اولم چون یه ازدواج سنتی بودش جداشونم، نمیخواستم دیگه ازدواج کنم. ضربه کرد. حالا کاری به اون ندارم، آخه قرار نیست که به خاطر توصیه. آخه کاری که غلطه غلطه عزیز. شما هیچ کاری میتونید که از ازدواج قبلی بچه ندارید. نه خیر. خب شما آمدید توی ازدواجی، خب مادر ایشون شوهرشون ایرانن، پسرشون ایرانن، برای چی اینجا موندن کنار دخترشون؟ نمیدونم. به مدت 5 ماه هم از پیش ما رفتن، یه رفتن یه ایالت دیگه. در اون مدت خوب بودیم با هم دیگه رابطمون، ولی همین که میومد تو خونمون. نه به من میگید مادر کار میکردن یا نمیکرد؟ آخه مادر برای چه ایالت دیگه چون رفتن ایالت دیگه با کی زندگی کنن؟ ایالت دیگه چون فامیلاشون اونجا بودن، خونه های لوینکام و تو سنشون بالا بود و خونه های لوینکام استفاده میکردن. حالا اون که بگذاریم چون وقت کمیست. حالا به هر حال مشکلات داشتید، کی تصمیم گرفت جدا بشه در زندگی شما؟ ایشون تصمیم گرفتن، اومدن گفتن که من دیگه حسی به شما ندارم، 5% حس من مونده، من دیگه نمیخوام با شما زندگی کنم. من 2 هفته ایشون رفتن، بعد 2-3 هفته من رفتم با مادرشون صحبت کردم، با خودشون صحبت کردم، گلای زیادی دست گلای هم واسه خودشون هم مادرشون. خب برای چی؟ رابطه غلطه خرابه. خب از من در دنیای امروز چه کسی یه دختر رو با مادرش هر دوتا رو تو خونه کنار هم خواهد داشت؟ که شما این فکر کار درستی، راه درستیه. برای ایشون شوهر دارن، بچه دارن، چرا ایران نیستن؟ نمیدونم دیگه. من بهشون هم بارها گفتم، میگن که تو ایران نمیتونن زندگی کنن. اوکی، حالا شما چرا اینقدر ناراحتید از این جدایی؟
نمیدونم دکتر، من علاوه روحی اصلا نزدیک 6 7 ماه بیزینس خودم رو داشتم، از دست دادم، وارد یه کار دیگه شدم، از یعنی برخلاف 180 درجه برخلاف اون بیزینس و کاری و شغلی که توی 27 8 سالگی داشتم اومدم وارد شدم. من بیزینس مارشال آرتس داشتم 27 8 سال، بعد تیم ملی ایران بودم اون 10 سال 11 سال، مدالای دیگه هم داشتم، مدالای بین‌المللی جهانی آسیایی. بعد اومدم اینجا بیزینس خودم رو که دایره کردم، بعد از این مدت سخت مشغول کار شدم. بعد ایشون هم چون به خاطر اقلیت دینی که تو ایران داشتن نتونستن تو ایران به هدفشون برسن، من بهشون گفتم ایبی نداره، شما فقط اینجا درس بخونین، من ساپورت میکنم. به مادر 4 سال 5 سال من همش در کار کردم. ایشون هم مثلا نه، آخه شما چرا بیزینستون رو به هم ریختید و از دست دادید یا خراب شد؟ چون نمیتونستم آقای دکتر، فوکس نداشتم، درسم داشتم میخوندم خودم. آخه چی از دست داده بودید؟ یه زندگی، یه دختر و مادری که زندگی کردن باشون مشکله، آدم اینو از دست بده زندگیشو به هم میریزه برامش؟ چون من دخترشون رو دوست داشتم آقای دکتر، چون مثلا نمیگم ایشون باید کار درستی میکردن. تنها حرفشون هم اینه که مثلا ما خیلی جرابست داشتیم با هم دیگه، با هم دیگه نمیخوردیم، فرنگامون با هم دیگه نمیخوره. خب حالا شما چرا قد حساسید به درجات عزیزم؟ خب من اصلا باور نمی کنم شما رو. اگر مادر ایشون هستن که خودش مسئله است، برای همه مسئله است، آدم ها با مادر خودشون نمیتونن زندگی کنن، بقی ازدواج بکنن، چه سبه که با مادر یکی دیگه. این یک. دو، اونم تو امریکا، اونم در شرایطی زندگی سخت و مشکلی، در حالی که ایشون همسر داره، در حالی که ایشون پسر داره تو ایران، کشورشون هم هست. این یک. دو، شما میگید ما با هم جر و بحث میکردیم حالا به هر دلیلی. خب چرا فکر کنید این زندگی خوبی بود؟ برای شما ایشون رو دوست داشتید، میشه سه تا صفت خوب همسرتون رو یا بگید که سه تا چیز خوب ایشون چی بود؟ مهربون بودن و اون دیگه جر و بحث میکرد، عاشقانه صادق بودن و عاشقانه میگفتن دوستت دارم. من که شما رو بابا شما آدم ساده نمیدونم چرا اینجوری به موضوع نگاه میکنید. اصلا نه واقع بینانه نه عاقلانه با مسئله برخورد نمیکنید عزیز. شما چند تا فرزند چند تا به خانواده اید؟ نگید آخری. من اول خانواده هستم، دو تا بچه ایم، پدرم از سن 11 سالگی از دست دادم. و همون دیگه مسئله شما اینه که نمیتونید تحمل کنید از دست دادن رو و رفتن رو، یعنی وقتی ترک بشید یا ترکتون کنن به هم میریزید. بله، کاملا ایشون از روز اولی که هم جدا شدن، من توی این مدت هر چقدر باشون میگفتم که حالا یه صبحونه بریم بیرون یه تفریح بکنیم، میگفتن درس. هر روزی که جدا شدن هر هفته بیرونن با دوستاشون، الان هم که ایران رفتن ترکیه مسافرت برام خوش. ولی من متاسفانه استوریاشون رو میبینم، عکساشون رو میبینم، اذیت میشم. نبینی عزیز، من متاسفم. شما چرا با یه روانشناس آقا صحبت نمی کنید قربونه؟ من خیلی احتیاج دارم آقای دکتر من این روانشناس صحبت کنم. شما آقای لطف کنید تلفن کنید به دفتر رادیو. شما گفتید تو لس آنجلس هستید؟ نه، لس آنجلس نیستم، جنوب ایالت. کدوم ایالت؟ یعنی کدوم شهر؟ کالیفرنیا هستم، ساکرامنتو هستم. اوکی، بسیار خوب. شما الان تلفن کنید به دفتر رادیو همراه، یعنی 310-441-5111. مهناز خانم میتونن اسامی دوستانی که تو ساکرامنتو یا اطراف هستن بهتون معرفی کنن. شما هیچ به کمک داری قربونه؟ نمیخوام اذیتت کنم، مجبورم بگم حرفایی که میزنی مال یه پسر 3-4-5 سال است که اسباب بازیش ازش گرفته. دقیقاً. من خیلی احساسیم، یعنی نازم حساس و شکننده ای قربونت برم، پوست روانی نداری، من فوتت کنم هم دردت میاد. خب آخه این که درست نیست قربونت. بعدم که آدمی که تو کار مارشال آرت بوده و در اون زمینه ها داشته اینقدر ظریف و لطیف، بعدم معلومه اون صحنه نمیخوره با هم قربونت.
شما لطف کن این تلفن رو بکن، به یه نفر رو معرفی میکنن و بعدم وقتی یه چیزی به هر حال خراب شده و به هم ریخته به هم ریخته. ولی من با توجه به حرفایی که من میزنید اصلا شما رو آماده برای زندگی زناشویی ازدواج نمیبینم. این کاملا پیداست که بدجوری تحت تاثیر قرار میگیرید و مسئله رو کاملا به هم ریخته و ذهنتون آشفته است. برای شما چرا کار و زندگیتون رو به هم ریخته؟ فوکس اونی نداشتم های دکتر بتونم. من درسم میخوندم، درسم چی میخونده شما؟ فیزیکال تراپی. خب اون که با رشته اوناتون خیلی سازگار و خوبه. بله و بعدم برای شما با توجه، خب اون که انتخاب درستی بوده عزیز. بله حالا به هر حال یه وقفه اینجا پیدا شده، ولی ببینید ما تو دنیایی نیستیم که به خاطر هیچ کسی زندگیمون رو خراب کنیم، خودمون رو به هم بریزیم، شرایطی به وجود بیاریم که از مسیر و راهمون دور بیافتیم. هیچ کس ارزش همچین چیزی رو نداره، هیچ کس. چرا به یه ازدواجی که به نظر من خیلی ازدواج درستی نبوده، بعدم اصلا ازدواج درست، من اصلا همچین توصیه ای نمی کنم. شما اگر با من آشنا باشید بارها عرض کردم بعد از این همه مدت 47 سال شاید بیشتر تو لس آنجلس، ای بهم بگید یا 45 سال، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق چیه؟ میگه اصلا حضور اطرافیان یا خانواده. چرا اسم اینکه شما مجبور شید با یک بانویی که به هر حال مادر همسر شماست که شوهر و بچه دارن در ایران اینجا زندگی کن، که حرف اینا رو اونجا رو مثلا خوشحال نیستم یا دوست ندارم. آخه ماجرای زندگی که با دوست داشتن و دوست نداشتن ارتباط نداره. برای شما لطفا همین الان زنگ بزنید، بهتون کمک میکنم کسی رو معرفی کنم. شما یه بار از شما بگیرم یادداشت کنم. آدم آره دیگه، ببینید شما تلفنی که به ما کردید 310 441، اولش با 310 441، ولی چهار شماره آخرش 5111. بنابراین شما 310 441 5111 زنگ بزنید، کمکتون میکنن، یعنی بهتون افراد رو معرفی میکنن و هر چه زودتر قرار بذارید یه کسی رو ببینید. عزیز من اتفاقا یکی از دوستان تو ایران با یه روانشناس صحبت کردن که من باشون صحبت کنم، اول گفتم با شما اول صحبت کنم. نه نه شما الان میتونید داخل چون ساکرامنتو هستید، هستن دوستان که حتی باید حضوری هم دیگر رو ببینید اگه بخواید. خیلی هم خوب، لطفا این کار رو بکنید، خودتون هم اذیت نکنید. اگر هم مسئله بود، چون متاسفانه الان وقت کمی داریم، یه وقت دیگه اگر صحبتی کردید یا مشکلی پیدا شد لطف کنید تلفن کنید با یه تفصیل بیشتری با هم حرف بزنیم. عزیز بله آقای دکتر، یه سوال میتونم بپرسم یا وقت نیست؟ میتونم بفهم یه دقیقه وقتم بگو عزیز. من اینکه نمیتونم دیگه وارد هیچ رابطه‌ای بشم با هر کی. فعلا نشید اصلا، کی خواسته رابطه بشه اصلا. شما بهتره فعلا مغازه رو تعطیل کنید، قربونت برم، تو الان اصلا کالای ازدواج نیستی، به دردم نمیخوری. یا انتخاب تو غلط میکنی یا انتخاب خوب باشه خراب میکنی. تو الان زن خراب کنی، هر کی آدم دست بده 3 ماه 6 ماه بعد گندیده میاری تحویل میدی. نه میشه لطفا اصلا وارد هیچ رابطه ای نشوید شما، برم به کار زندگیتون برسید. رابطه بی رابطه، یه یک سالی دو سالی بی رابطه باشید، بذارید اون آقای دکتر روانشناس شما رو کمکتون کنن، بعدا هر کار خواستید بکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی دکتر.